با درود به بینندگان و همراهان عزیز تلویزیون ایران فردا. بار دیگر من بخت این رو دارم که به صداهای نازنین شما گوش بدم و پاسخ بدم به سخنانی که عنوان میکنید، محبتهایی که میکنید یا پرسشهایی که دارید. در هر حال بنده در خدمتتون. بگذارید چند تا توضیح اول بدم که باز هر هفته مجبورم اینا رو بگم برای اینکه کاملا مشخص بشه. به طور قطع اونجور که بهتون گفتم ما روی یاست میریم، یعنی دیگه تصمیمات کارا انجام شد، قرارداد امضا شد، این کارا رحمه رو کردیم. از آغاز ماه جنوری شما هر از گاه ما رو روی یاست میبینید تا جا بیفتیم و فرکانس ها رو ببینید، تمام چیزا روشن بشه، براتون معلوم بشه. همونطور که گفتم چون روی یاست در اروپا نیست و هنوز این بیم اروپاش کار نمیکنه، بینندگان ما در اروپا ما یک سرویس خواهیم داد، یعنی با جی ال وی صحبت کردیم با عطای معینی عزیز، یه امکاناتی که بتونن راحت در منزلشون با دستگاه جی ال وی بتونن برنامه ما رو دنبال بکنن و ده‌ها صدها تلویزیون دیگر. اونایی هم که از طریق اینترنت ما رو میدیدن مشکل نخواهند داشت، با مراجعه به سایت ما یا فیسبوک ما راحت برنامه رو زنده میتونن تماشا کنن. بنابراین ولی در داخل ایران، افغانستان، شمال عراق، آسیای میانه، در منطقه حاشیه خلیج فارس تصویر ما شفاف و عالی، به اضافه اینکه پارازیت هم دیگه روش نخواهد بود. برای اینکه اونایی که دل ناگران پارازیت ها هستن میتونن راحت برنامه ما رو روی یاست ببینن که شبکه هر روز داره بهتر میشه، قوی تر میشه و الان میبینیم شبکه های مثل بی بی سی و این شبکه های بزرگم روش هستن. بسیار خوشحالم از اینکه این امکان رو پیدا بکنیم که راحت تر تو خونه های شما باشیم، در مناطق گسترده تری باشیم که هموطنان ما هستند و فارسی زبانان. یعنی بهتون بگم اینقدر این عزیزان افغان لطف دارد به این برنامه و تاجیکا که من گاهی اوقات شگفتی زده میشم. دوستانی که از افغانستان زنگ میزنن، ایمیل میفرستن، کامنت میدن و همینطور از تاجیکستان و ازبکستان و شمال عراق. اجازه بدید سخن رو کوتاه کنم، بریم شروع کنیم به سخنان شما بدون سانسور. سخنانتون رو گوش بدیم. سلام عرض میکنم. این بنده حقیر شاید پنجمین باره که تلفن به جناب عالی میزنم. عالی جناب، عالی مقام، من چجور صدامو به گوش شما نازنین برسونم؟ چجور قلبم و محتوای قلبم و ارادتم و برنامه شما و وجود شما برسونم؟ چرا صدای من تحویل گرفته نمیشه؟ جسارتی کردم، حرفی زدم. الان دو تا موضوع دارم که خدمتتون میخوام عرض کنم. من یکی از بستگان نزدیک جمشید ارجمندم که هفته ها پیش خیلی بیش نیکی یاد کردین ازش. جمشید حالش خوب نیست، مریضه و ایام بدی داره. گدایی محبت نمی کنم، ولی نمیدونم چرا خواستم از زبان و بیان شما بار دیگه یادش بکنید، اگر دلتون خواست، اگر صلاح دیدید، وگرنه اصلا، چون جمشید خودش آگاه نیست و نه تلویزیون داره و نه یارای دیدن، چون تقریبا فراموشی داره. اتفاقا بانوی عزیز، من بهتون بگم که من در گذشتم یکی دوباری که اشارهی به این نازنین همکارم کردم که ازش بسیار آموختم. او یکی از نمادهای مسلم اخلاق انسانی در رسانه ها بود و بر حق من یعنی بر گردن من حق استادی داره و اون پاسخش رو از طریق غیر مستقیم به گوشم رسیده بود. در حال واقعا آرزو میکنم جمشید سلامتش رو باز یابه. یه نکته رو در مورد این انسان براتون بگم. اون کودتای معروف ضد مجله فردوسی و عباس پهلوان عزیز و همکارانش شده بود، همه ریخته بودیم بیرون. اصغر واقدی هم تو راپله ها میخوند به ما اجازه ندادند شعر عاشقانه بگوییم و هر کدام از ما جای پراکنده شدیم. تقی مختار مجله فیلم رو درست کرد، در رو گشود، رفتیم من و منوچهر بهروزیان و دوستان دیگری رفتیم اونجا. خب منوچهر زیاد نموند، رفت، ولی من موندم. و در این حال مرحوم ایرج نبوی هم
با زندیات اسماعیل پوروالی بامشاد رو داشتن و عباس پهلوان هم اونجا اتاقی داشت و اونجا میرفت. ما هم کم کم رامون باز شد. جمشید ارجمند هم اونجا اداره میکرد در واقع مجله رو. و من یادم هست بحثی بود بر سر یک جاسوس اسرائیلی کوهن که در سوریه در بالاترین مقامات رفته بود و بعدم گرفتن و اعدامش کردن و یک گزارش مفصل در بامشاد چاپ شده. بعدش اونجا من نشسته بودم با ارجمند صحبت میکردم، یه مقدار حرف زدم راجع به سوریه و مصر و اینا، گفت بردو بنویس. و جالب بود، من نوشتم 20 سالم بود و تفسیر منو برد اونجا چاپ کرد کنار تفسیر بزرگان اون زمان. و همیشه ارجمند این حق رو به گردن من داره و من مدیون او هستم. هر کسی که دستی از من دست منو گرفت و یاری رسون، میدونید که همیشه قدردان هستم و سپاسگزارم. و جمشید در طول زندگی نشون داد یکی از بهترین منتقدای سینما بود، قصه نویس بود، ادیتور درجه یکی بود، هیچ وقت ادعا نمی کرد فروتن و همیشه در رو باز گذاشته بود برای استعدادهای تازه. براش سلامت آرزو می کنم، برای این انسان وارسته. هموطن بعدی، لطفا شما که میگین پیام های خود رو بگذارید، لطفا پیام ها رو گوش بدهید و به آقای نوزاده بگین لطفا اجرا کنن. من میخوام چندین بار زنگ زدم و گفتم که آقای نوزاده یه توضیح بدن راجع به ایزدی ها که آیا اینا دینشون چیه، شعبه از اسلامن یا اینکه حالا هر چیزی که هستن یا زرتشتی هستن، من نمیدونم، من میخوام بدونم. ایشون هم حتما میدونم، ولی من هر چی تلفن میزنم میگم ایشون هیچ وقت توضیح نمیدن. خواهش میکنم این دفعه توضیح بدن. خداحافظ. بانوی گرامی، این اولین بار من پیام شما رو میشنوم. من نمیدونم بارهای گذشته چطور بوده که پیام شما رو همکاران به من ندادن، ولی من هم پیام شما رو شنیدم. در طول برنامه ها من مفصل راجع به ایزدی ها صحبت کردم. الان خیلی مختصر براتون بگم، یکی از قدیمی ترین آیین هایی که در عراق، در منطقه کردستان و در قفقاز و در اون منطقه حضور داره، در ایران هم تا حد مختصری هست و ما به غلط بهشون میگیم یزیدی ها، اینها ایزدی ها هستن. ایزد همون پروردگار که ما بهش اعتقاد داریم، آمیزه ای از مذهب میترا، زرتشت، آیین‌های سومری و اکدی و اینایی که در خاک عراق بین النهرین بوده و بابلی، همه اینا به هم آمیخته یکی از زیباترین ادیان جهان رو به وجود آورده. ایزدی ها سپید می پوشن به گونه مثل زرتشتی ها، در باورهاشون بسیار آزاداندیشن مثل مانوی ها و مزدکی ها، برای خورشید اعتبار بسیار قائلن مثل میترائیست ها، و در این حال طاووس نمادی از مذهبشونه و نماد زیبایی. دو نماز پگاه و غروب در آیینشون جایگاه ویژه‌ای داره. به خیر و شر باور دارن. اهورامزدا و انگرمینو در مذهب اونها هم جای دارد، اما در واقع دو نیروی خیر و شر هستند، نه اینکه پروردگار شر رو، شیطان رو خلق کرده باشه بعد شیطان تمرد کنه، نه، از ابتدا دو نیرو فرض میکنن که در جهان وجود داره و این دو نیرو در جداله. وقتی به فلسفهشون میاندیشیم مال اونا زیباتره، برای اینکه خداوند رو اینقدر ظالم نمی کنن که بیاد یه فرشته مقربشو به خاطر اینکه عاشق اوست اینقدر مصیبت بده، آزار بده. در حال این در طول تاریخ اینها چندین نوبت اجبار کردن که مسلمان بشن، در دوران خلفای عباسی و شیخ عدی یکی از رهبرانشون بود که مسلمان شد، ولی زمان طولانی نبود. اینا در کردستان، در بخشی از ترکیه، ارمنستان می رفتن تا گرجستان، تا اون منطقه حضور داشتن، ولی به مرور کم و کم شدن.
غسل تعمید دارن مثل مسیحی ها که هم با لباس هم میرن و آب بر سر میریزن. شمایی از آیین های هندو هم درش هست. میگم مثل اینکه نشستن زیبایی ها رو از همه جا گرفتن. بسیار به اسلام احترام میگذارن، به مسلمانان. همیشه رابطه خوبی داشتن. گویی که مسلمانان اونا رو در بعضی موارد مثل حالا همین حیوانات داعش مورد آزار و اذیت قرار دادن. زنان جایگاه والایی دارن و چون اغلب کرد هستن، اون سنت ها و آیین کرد در بین اینا هم جاریست، از جمله حرمتی که برای بانو، برای مادر، برای همسر، برای اساس خانواده قائل هستن. بسیار میگم آیین فوق‌العاده است و من به دفعات در برنامه هم راجع به صحبت کرد. هموطن بعدی. با عرض سلام خدمت تلویزیون ایران فردا. واقعا تلویزیون خیلی خوبی داریم. دست نزد نکنیم. سلام مخصوص ما رو با آقای نیمزاده عزیز برسونید. امیدوارم هزار سال زنده باشه. هزار سال. تا ایران آزاد رو ببینیم واقعا. دست نزد نکنیم. خواهشم که ما رو پخش کنیم. دست آقای نیمزاده از راه دور ما میبوستیم. خدا من از کرمانشاه زنگ میزنم. روی ماه هموطن عزیز کرمانشاهی رو میبوسم. سپاسگزارم عزیزم. ها اینجا یه توضیح بدم. بانوی زنگ زده بودن راجع به فرزند یک امیر ارتش، گفته بودن، منم اینجا گفتم که اسمشون رو عوض کردن و در خدمت رژیم جمهوری اسلامی هستن و ایشون آزرده بود که این آقایی که با فرزندان تیمسار مقدم و تیمسار فلان و فلان با هم بزرگ شدن، این قشنگ نیست که حالا اومده در واقع در برابر ولی فقیه دولا راست میشه. من پدر این آقا رو میشناختم، یکی از ارتشیان بلندپایه بود و تحقیق کردم. حرف این خانومم درسته، این آقا هم هست، منتها این خدمتی که او دارد خدمت ظاهری نیست. یعنی به معنای دیگر ایشون در پس پرده یه کارهای معاملاتی کرد و یه اعمالی انجام داد. ایشون اصرار دارن که من اسم این آقا رو حتما بگم. من تصورم این است که زمانی من موظفم اسمی رو فاش بگم که این اسم داره به وطنم خیانت میکنه یا خدمت میکنه. حتما یه آدمی که توی دستگاهی است خیانت نمیکنه. ممکنه پدر این آقا تیمسار زمان شاه بوده، این آقایی رو یا روی اعتقاد یا روی اجبار یا روی احتیاج و یا همینجوری تو این دستگاه رفته. من هرچی پرسیدم اثری از خیانت او یا اینکه خودفروشی کرده باشه یا سر ملت کلاگوشت باشه اینا رو ندیدم. یه آدمی بوده تحصیل کرده، در یه جا نیازی بهش بوده، رفته اون کار کرده. بنابراین من نمیخوام مردم رو ناراحت بکنم، آزرده کنم، ولی میگم، میام دزدا رو اسمشون رو میگم، فاسدا رو میگم، آدمکشا رو میگم. اگر فرزند این امیر ارتش یک کدوم از این کارا رو کرده بود، مطمئن باشید تردید نکنید من اسم رو میگفتم. در هر حال برای پدر این فرزند یعنی این رو میتونم بگم که در واقع چون ایشون از اسم دیگری استفاده میکنه، ولی پدرش تیمسار اردوبادی، مرد وطن پرست و مرد وفاداری بود به نظامی که به اون خدمت میکنه. هموطن بعدی. جناب دکتر نوری‌زاده عزیز، تندرست باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من از مشهد استان خراسان زنگ میزنم. جناب دکتر، من سوالی داشتم از شما، میخواستم ببینم شما به این سوال من چه جواب میدین. جناب دکتر، ما ایرانی ها صبح که از خواب بیدار میشیم، در صورتمونه که میشوریم آب آلوده است. غذایی که میذاریم جلومون که از بیرون گرفتیم آلوده است. میایم بیرون تو خیابون، هوایی که نفس میکشیم آلوده است. میام این وقتر تو جامعه، میبینیم جامعه همون هم آلوده شده، اقتصادمون آلوده شده، فساد همه جا رو گرفته. جناب دکتر، 36 سال اینا دستور بهشون دادن که ایران رو ویران کنن. آمدیم یک اتفاق خوشبختانه فردا بیفته، این رژیم سقوط کرد، رفت، اقتصاد میشه درست کرد، ولی آلودگی جامعه رو چجوری میتونیم ما درست بکنیم؟ این فرهنگ دزدی و قتل و
به باج گرفتن و اینا رو ما چجوری میتونیم مردممون رو درست بکنیم جناب دکتر؟ ممنونم دوست من. خدا دیر شده اگه با. کسی میتونه این مردم رو از بیتفاوتی بیدار بکنه دیگه الان وقتشه. سپاسگزارم از دوست من. همین امروز داشتم با دوست و همکار قدیمیم آقای صادق سبا مدیر بی بی سی فارسی صحبت میکردم و اشاره ما به این بود که چقدر ما نیازمند کار فرهنگی هستیم و چه مدتی رسانه های خارج از کشور از این هم غفلت کردن. راست میگی دوست من. من وقتی به زبان و بیان بسیاری از مردم گوش میدم، مقاله چاپ شده زیرش کامنت نوشتن و بعد میبینم بسیاری از کامنت ها فوش خواهر و مادر و زبان بسیار بد، والگر، زبان خیلی بده و این اینجوری نبود. یعنی ما واقعا میخوام بهتون بگم یه شرم و حضور یا شرم و حیایی همیشه در خطاب ایرانی وجود داشت. بعضی حرفا رو بلند نمیگفتن، تو خیابونم دعوا میکردن، حالا غیر از شاید یه محله یا دو محله، در اغلب جاهای دیگه بیان بیانی نبود که آدم اگه فرزندش همراهش خجالت بکشه. ولی الان خیلی بد شده. من سریال ها رو میبینم، کلمات رکیکی در این سریال ها که تو ایران ساخته میشه مورد استفاده قرار میگیره باورم نمیشه. یا در فیلم ها رسانه جمهوری اسلامی رو نگاه میکنم، ببینید رسانه وقتی تعلیم دروغ رو میده شما چجوری میتونید این مملکت انتظار داشته باشید دروغ ملکه مردم نشه؟ حالا غیر از اون عیوبی که از آب آلوده و هوای آلوده، فرهنگ آلوده رو باید درست کرد. 1,250,000 نفر بچه کوچک معصومشو ور میداره به یک امید واهی که امام حسین نذرشو بده، میبره توی جاده بیابون کربلا. باید به این فهمون آقا جان تو از تهران و مشهدم میتونی با امام حسین صحبت کنی اگر اعتقاد داری، اگر اعتقاد داری او حرف تو رو میشنوه، لزومی نیست پلوی مزارش باشی که میلیاردها دلار رو ورداری برای اونجا خرج بکنی. برای چی؟ این فرهنگ رو باید درست کرد. صفویه یه کاری کردن برای درگیری با عثمانی ها، گفتن آقا الان که نمیتونید مکه برید، الان که مشکل دارید برید امام رضا، چه فرق میکنه؟ جد پیامبره، از اونجا سلام بکنید به پیامبر و به مکه. میخوام بگم در شرایط مختلف این امکانات وجود داشته که شما بچه کوچکی تو آزار بدی، پدر پیرت ورش داری ولی تو این بیابون توی کربلا که رژیم میخواد نمایش قدرت بده، که رژیم میخواد نمایش قدرت شیعه رو بده و اثر منفی این رو نمیبینی در عراق و در بیرون عراق چیه؟ راست میگه دوست من. ما کار فرهنگی باید بکنیم. کار فرهنگی فحش و ناسزا دادن به آخوندا نیست. کار فرهنگی اینه که اون دکان شیادی رو که اینا با تکیه‌ای بر اون سالها مردم رو فریب دادن، اون رو باید برای مردم آشکار کرد. کالای اون رو باید دونه دونه آورد و برای مردم شرح داد. نباید به دین مردم توهین کرد، به اعتقادات و باورهاش، به عاداتش، بلکه باید سیئات این عادات و اعتقادات رو برای مردم روشن کرد. این کاریست که حداقل من و همکارانم در ایران فردا تلاش میکنیم انجام بدیم و میدونم همکاران و دوستان دیگر منم متوجه این وظیفه مهم هستن. هموطن بعدی، متشکرم از لطف شما. من از مازندران زنگ میزنم. دم آقای نوریزاده گرم که همچین آهنگ هندی رو برای ما گذاشته، مولا آقای راجکاپور رو. دستشون درد نکنه. دوست دارم یه روزی با خودش صحبت کنم ولی شما رو ندارم. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشین. سپاسگزارم. عجیبه، ما یک ترانه از فیلم سنگام گذاشتیم در مورد آقای راجن راکمارم، اشتباها گفتم دلیپ کمار، که بیژن بینش برام فوری نوشت و من گفتم یه هموطن دیگه هم باز برای من زنگ زده و این رو در پیامش گفته. این بانو هم که از مازندران، سرزمین جاودان سبز، محبت کردن و گفتن حتما. چرا؟ با فرهنگ ما اینا ارتباط داره، با گذشته ما، با زندگی ما.
یه نفر بگه آقا شما از این ور باله میذارید، از این ور آهنگ هندی، چه اشکال داره؟ مگه آهنگ هندی بده؟ 1 میلیارد و اندی ملت اونجا هستن با اون فرهنگ متنوع، با اون موسیقی، رقص، رنگ. چرا ما دوست داریم، فیلماشونو میدیدیم. من هنوز فیلم مادر هند یادمه، فیلم وقت هنوز یادمه، مادر هند نرگس و راشو میدونیم مال کیه، سیاسفید بود، چقدر فیلم قشنگی بود. بالاخره اون ترانه در گوش ما بوده، هم هست. ببینید روشن فکری که خیلی بخواد بگه نه نه این اداها رو باید گذاشت کنار، آمیزه ای از همه اینا. سپانلو یادم هست که یک شعری گفته بود که همین کافه شاباد بود، به همین خوانندگان روحوزی اشاره میکرد. منصور اوجی هم وقتی سوسن اومد، این سوسن است که میخواند، تیتر روژه الفردوسی شد. چرا سوسن در وجدان فرهنگی و عواطف ما جا داره؟ آقاسی هم جا داشت، مرزی هم جا داره، بنان هم جا داره. اینا هر کدوم جایگاه خودشون داره، الهه جا داره. وقتی نگاه میکنیم گوگوش هم هست، ابی هم جا داره، همایون شجریان و خودش شجریان استاد و ناظری و ناظری عزیز، بیژن بیژنی نازنین، اینا همه جا داره. و نباید اینها رو بگیم نه، چون مثلا سمین باغچبان رو ما دوست داریم، دیگه بقیه رو نباید ببینیم. هموطن بعدی. از ونکوور صحبت میکنم، کورش هستم. خواستم خواهش بکنم که لطفاً مرتباً دیکتاتور بزرگ اثر چارلی چاپلین در برنامه خود و دیگر رسانه ها پخش نمایید. تشکر میکنم. پخشم کردیم، دیدید که در برنامه من پخش شد، در برنامه فهمیم سخنم بخشش. رامین تهیه کننده برنامه، من تهیه کننده دنیا از نگاه سخنم هست. وقتی دیدم گفتم، گفت آره انقدر این قشنگ بود تو برنامه شما گذاشتم، گفتم حتما تو برنامه فهمیم سخنم باشه که این حرف مردم بشنون، این دیالوگ زیبای، مونولوگ زیبای چارلی چاپلین رو مردم باز هم بشنون. راست میگید، حداقل دیکتاتورها این رو ببینن. من منظر راول کاسترو رو که نگاه میکردم این 2-3 روز پیش، از کوبایی های زندانی استقبال میکرد، 45 دقیقه گفتگو با اوباما، همه اینا نشون میده که دیکتاتوری در پایان گزیری جز این نداره که به واقعیت ها گردن بگذاره، و الا سرنوشت صدام و قذافی و مبارک و بن علی و غیره نصیبش خواهد شد. متاسفانه اهالی ولایت فقیه اینو هنوز درک نکرد. بیننده بعدی. آقای نوری‌زاده، از شما بعید بود که اجازه بدین آقای شاهید بیاد تبلیغ آذربایجان قاتل رو که ارامنه رو کشتار کردن، 100 سال از کشتار یاره میگذره و امروز شما آقای شاهید اجازه میدین که عکاس ایرانی رو بیاره در مقابل اشغال صحبت بکنه. واقعا شرم‌آوره. شما یک کمی تاریخ رو بخونید، چه سالی چه بلایی و چرا نگار نگار آقا داد با آذربایجان. یک کمی متشکرم بکنید آقای نوری‌زاده. دوست من پیامتون رو پخش کردم، تاریخ هم من خیلی خوب خوندم. آذربایجان چه ربطی به ترکیه داره؟ ترکیه متهم به قتل عام ارامنه است در زمان عثمانی ها، چه ربطی به آذربایجان داره؟ بخشی از خاک ما. کجا آذربایجان ارمنی کشی کرده؟ در انقلاب مشروطه مگه ارمنی ها دست در دست ستارخان و در دست مجاهدین آذربایجانی نبودن؟ مردم ما کجا ارمنی کشی کردن؟ اون زمانی که ارمنی ها رو می کشتن، شاه عباس عبور در جلفا بهشون جا داد، زیباترین پالایشگاه رو زیباترین معبد رو براشون ساخت، کلیسا رو براشون ساخت. شما چه جوری میگید کجا آذربایجانی چیه؟ محمد رضا شاهید با یک هنرمند صحبت کرده، چه اشکال داره؟ همونطور که من برای هموطنان ارمنیم حرمت بسیار زیادی قائلم، برای هموطنان آذربایجانیم خیلی حرمت قائلم که به دفعات ایران رو حفظ کردن.
در هر جنبش آزادی خواهی صف جلو بودن. ارمنی ها همینطور. ارمنی ها جز خدمت به ایران کاری نکردن. در عرصه موسیقی، در عرصه صنعت، در عرصه سینما، هر جان درس ورزش همیشه ارمنی ها بودن. تخم چشم بندم هستن. من حتی تا اونجا رفتم گفتم در جریان این ماجراهایی که اتفاق افتاد جمهوری اسلامی جانب ارمنستان رو گرفت، در حالی که مذهب شیعه داشت و آذربایجانی‌ها مذهب شیعه داشتن. اما در اون زمان به خاطر اینکه اتحاد شوروی در اونجا همه کاره بود، نقش روسا بود که یه بازی بسیار زشت میکردن، اینا مصلحتشون رو در این دیدن که با ارمنی ها رابطه. الان ایران با ارمنستان رابطه خیلی نزدیک داره، با آذربایجان هم داره. ولی منظور، اما بنده معتقدم این مصیبتی که در قره‌باغ رخ داد، این مصیبت باید حل بشه. قره‌باغ باید از اشغال درآد. من اینو همیشه میگم، ولی حقوق ارمنی ها باید حفظ بشه در اونجا. میتونه یه منطقه خودمختار باشه، ولی پیوند بین نخجوان و آذربایجان برقرار بشه و این حالت جدایی وجود نداشته باشه. هموطن بعدی. سنان ایران فردا. من یک مصرف کننده از کانادا هستم، الانم در اروپا دارم مصرف میکنم، ولی ایران فردا از طریق جی ال ویز الان مدت یک هفته 10 روزه به صورت مقطع اصلا قابل شنیدن نیستش. لطفا با جی ال ویز تماس بگیرید این مشکل رو برطرف کنن. خیلی ممنون. این فرزند عزیز من مثل بچه های خودمون تو خارج بزرگ شده، میگه من یه مصرف کننده هستم. منظورش یک بیننده هست، ولی گفت مصرف. در حال من با عطای معینی عزیزم صحبت کردم، مشکلی از جانب جی ال ویز نیست. شاید اون منطقه شما یا وقتی جی ال ویز از ساتلایت میگرفته یه لحظه دوچار اشکال بوده، چون چند تن دیگه با من راجع به این صحبت کردن. آقای عطا معینی توصیه کردند که بهترین کار اینه به محض اینکه شما میبینید تصویر روی جی ال ویز اشکال داره، آنن یه ایمیل به جی ال ویز بزنید یا تلفن کنید. مستقیم روی صفحه جی ال ویز هم راه ارتباط وجود داره و اطلاع بدید که همون لحظه این موضوع پیگیری بشه. امیدوارم دیگه این مسئله تکرار نشه. هموطن بعدی. درود بر آقای علیرضا نوریزاده. بخشید آقای نوریزاده. میخواستم بگم که اولا که من یک کشاورزی بی سوادم، اما اینه میدونم که ما معمولا فامیلی که برای خودمون میذاریم، نام خانوادگیمون میذاریم، همش مثلی اینه که یه آدمی که مو نداره بشیم زلفلی، مثلا یه وای حداد عادل که گذاشتن، این از کجاش عادله؟ مرمه پدر زدشون حداد ظالم بودن. درود بر شما، موافق و معید باشید. بله، ما قدیما میگفتیم برعکس نهن، نام زنگی کافور. آقای حداد عادل هم خودشون میدونن لقب شداد ظالم هم بهشون دادن، ولی پدر بزرگش تقصیری نداشته، یا جدش شاید واقعا آهنگری بوده، حدادی بوده و مشهور بوده به عدالت و عنوان حداد عادل رو بر خود گذاشته. اون زمانی که اسم انتخاب میکردن اسامی متعددی بود، گاهی از حرفه نشأت میگرفت. نجار بود میگذاشت نجار، حداد بود میگذاشت حداد، آهنگر یا حداد. و خیلی ما دیدیم آقای آجیلی مثلا، آقای مسی، آقای مسفروش، آقای همه اسامی اون حرفه خانوادگی رو معرفی میکرد. بعضی هم اسامی منطقه شون رو میذاشتن، شهراشون، این همه داریم، اصفهانی، دسفولی، مشهدی، تبریزی، فامیلاشونه. بعضی وقتا هم اتفاقی میشد. یک وقتی معلمی اومد سر کلاس ما در مدرسه ایران، معلمون نیومده بودیم، معلم رزرو از این معلمایی که معمولا وزارت فرهنگ اگر مدرسه 4-5 تا مدرسه مثل ایران 4-5 تا جهانبانی دانش آموز مجانی میگرفت، ازشون پول نمیگرفت، در مقابل یه معلم بهش میده. اینم یکی از اون معلمایی بود که اتفاقی اومده بود مدرسه ما. یه روز بعد از ظهر بود، معلم چی نیومده بود، این اومد سر کلاس و رو دیوار روی تخته نوشت که
پرسن آقا اسم شما چیه؟ بعدش احمد پدر سوخته. حالا این برای ما عجیب و هر خنده بچه های 7-8 ساله آقا این اسم چیه؟ اینا بعد بیچاره اومد نشست تعریف کرد. دوباره پدر جد بنده خلاصه سر و کلش تو آتیشی سوخته بود. وقتی رفته بود اداره ثبت اونجا ازش پرسیدن چه اسمی میخوای بکنی؟ گفت بود من پدر سوخته چی بکنم؟ اونم ازش من نوزدم پدر سوخته. خلاصه شد بود. یا عباس دست بر دل، من اینو یادم هست، اسامی عجیب غریبم داشت. حالا بله آقای حداد عادل هم عدالتشون رو نشون دادن، به ویژه وقتی ریاست دارالشورای اسلامی رو داشتن. هموطن بعدی. سلام آقای نوریزاد و همچنین به همه همکارات ما، از خداوند سلامتی تمام ایرانی ها و من مردم ایران میخوام. من یه جان بازم در مدت زیادیه که دنبال کارم دارم، من میتونم دوباره مجروح شده هم متاسفانه دفتر خیلی کم میدونم، هیچ مجروحی ندارم به جز دفترچه بیمه و حتی بیمارستان اکش که دو جا داره که فقط ما میخواییم بریم برای کمیسیون همون اکس بگیریم و اینکه تست بگیریم، هر تستی که باشه از همون پول اونا رو میگیرن. بخشنامه هم میشونه اون دارن که بخشنامه شده این ما این پول رو باید پرداخت کنیم. این مسئله خیلی خنده داره و اون من دویه دارم. من فکر کنم اکثر جنبازا سرشون به کلا مونده، مخصوصا اونایی که خلوص نیت دارن. من بخاطر این برنامه داشته باشیم در رابطه با جنبازا عبد کنیم، صحبت کنیم، به خاطر این که خیلی درست شاه هستیم. چشم هم بتن عزیزم، جانباز گرامی حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. من جانبازی رو میشناختم، رضای نازنین خدا رحمتش کنه، مرتب با من صحبت میکرد، اطلاعات میداد، مطالبی میگفت، از مراجعاتشون به بیمارستان بقیت الله العظم میگفت. حالا اون جانباز سپاه بود، شما ارتشی هستید و خیلی درد کشید. جانباز شیمیایی بود و نفس نمیتونست بکشه، بعد این اسپری های تنگ نفس رو دو تا بهشون میدادن در ماه و نمیتونست بره بازار آزاد بخره، از قدرتش بر نمیومد. و من یادم از یک بار مسافری میرفت، من 10 تا از اینا گرفتم دادم براش بردم، ولی همین کارهای کوچیک میشد انجام داد. میدونم شما ماها زیر دینتون تا ابد هست. من داشتم نگاه میکردم بعضی از این فیلم های زنده یاد رسول ملا قلی پور رو، مزرعه پدری و نمونه های اون رو و همینطور چیزهایی که درباره جنگ ساخته شده نگاه میکنم، یا مستندات رو، یا روایتی که زکریا هاشمی عزیزم داره که اصلا تکون دهنده است، یا قصه محسن مخمل رو، هر کدوم اینا رو میخونم یا به اون مناظر توجه میکنم تکون میخورم که چه کرد این جنگ با ما. اخیراً مرحوم آیت الله منتظری یک مصاحبه‌ای داشته که هیچ وقت پخش نشده، بی بی سی رو خریده، در بی بی سی فارسی پخش شد، هست الان رو سایتش هم هست، میتونید ببینید که اشاره میکنه که بعد از آزادی خرمشهر، میگه قبلش ترگوت اوزال اومد گفت این جنگ رو باید یه جور تموم کنید، که نخست وزیر ترکیه بود و بعدم رئیس جمهوری شد. چقدر اون فرق داشت با این آقای اردوغان، چقدر این آقای اردوغان حقارت نشون داد. به هر حال میگه بعد عرفات اومد، سران اسلامی اومدن، به قول سر رفتیم با آقای خمینی گفت آقا باید تمومش کنیم، الان خرمشهر هم که پیروز شدیم و دیگه برای ما خیلی مهمه. گفتن نخیر. و بعد اومدن قطعنامه رو پذیرفتن بعد از 6 سال اون همه تلفات. به هر حال جنگی بود که واقعا بر ملت ما تحمیل شد، نه اینکه صدام تحمیلش کرد فقط، آقای خمینی و اطرافیانشون هم 6 سال اضافهش رو بر ملت ما تحمیل کردن و خیلی زودم شانه خالی کردن که کی بود کی بود؟ من نبودم. آقای رضایی؟ نه من که نبودم، رفسنجانی بود. آقای رفسنجانی اختیار خود امام بود.
احمد آقا داستان چه امام اصلا مخالف بود به خاک عراق. هموطن بعدی. آقا شب شما هم بخیر. من شنیدم که این خامنه ای دیگه داره میمیره. خواهش دارم از آقای نوریزاده لطفا خواهش کنین که یک شعاری در برنامه های آینده درست کنن که تا خامنه ای کفن نشود ایران وطن نشود. شاید من خواهش میکنم که هموطنان ما ادب رو رعایت کنن در صحبتاشون. ببینید من دارم بهتون میگم سانسوری اینجا وجود نداره. همکار من که مسئول اینا رو جمع میکنه میده و من به تهیه کنندم میگم نمیخوام بشنوم قبل از برنامه، بگذارید در طول برنامه بشنوم. چرا؟ چون میگم اگر من بشنوم ممکنه راجبه یه چیزی ناراحت بشم، بگم این چرا اینو گفته. نه، بگذاریم یک سره پخش بشه تا اون اندازه‌ای که وقت ما اجازه میده. آیا با شعار تا شاه وطن نشود، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، کار ما درست شد؟ شاه هم کفن شد. شما فکر میکنید فقط ماجرا اینه؟ یعنی فردا آقای خامنه ای سرش رو زمین گذاشت همه مشکلات ما حل میشه؟ مگه آقای خمینی نرفت مشکلات ما حل شد؟ دوست عزیزم، مشکلات ما از یه چیز دیگه سرچشمه میگیره. ما ملت، ببینید ساده بگیم، مصر رو نگاه کنید، در عرض یک سال و نیم دو سال دو بار انقلاب کردن. دفعه اول دن سرشون داره کلا میره بلند شدن، 35 سال سر ما داره کلا میره، میگیم آقا زدن کشتن. مگه مصر نکشتن؟ مگه مصر نزدن کشتن؟ مگه لیبی نبود؟ مگه همه جایی که نگاه میکنیم تحولی شده؟ اگر اراده ملی وجود داشته باشه، اگر سال 88 پنج روز دیگه مردم در خیابون بودن با همون 4 میلیون جمعیت، این نظام ادامه پیدا نمی کرد، این وضع و مصیبت دوام نداشت، نظام خود رو باخته بود. پس یادتون باشه این که بیایم شعار بدیم علی آقای خامنه ای مشکل ما رو حل نمی کنه. آقای خامنه ای میره جاش سید محمود هاشمی عراقی میاد. اساس رو باید درست کرد که ملتی این رو متوجه باشه که حاکمیت ملی رو نمیشه به کسی دیگه داد، نمیشه واگذار کرد به یه نفر که برای آدم تصمیم بگیره، سلطان باشه یا فقیه باشه فرقی نمیکنه. ملت باید اراده اعمال حاکمیت خود رو داشته باشه، باید بدونه این خاک متعلق به اوست، به تک تک افراد این ملت تعلق داره، به همه اقوام تعلق داره، همه آنهایی که این لحاف چلتکه تاریخی بر سرشونه. اینا یادمون نره، وظیفه خود رو به گردن دیگری نندازیم. هموطن بعدی. آقای نوریزاده عزیزم، من شهلا مطابق معمول واسهتون پیغام میذارم، میدونم پیغامام هم جواب تو صحبتاتون میگیرم جواباشو، یک دنیا ازتون ممنونم. ولی امروز یه چیز دیدم راجع به این عربا و اینا صحبت میشد موزیک، من عاشق عبدالحلیم حافظ و فیروزم. خواهش میکنم اگر اون شعر لالای لالا عبدالحلیم حافظ رو دارین خواهش میکنم واسم پخش کنین. سپاسگزارم هموطن عزیز. ما به هر حال بنا به نوع برنامه ها امکانات حتما این کارو میکنیم. آهنگ های عربی هم در کنار آهنگ های هندی، آهنگ های بلوچی، آهنگ های آذری، آهنگ های ترکمن، گیلانی، مازندرانی، جنوبی، همه جا کردی پخش میکنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده، همه شما عزیزانم را تا هفته آینده به پروردگار عاشق می سپارم. همینجا هم به هموطنان مسیحیم، به ویژه ارمنی های عزیز، میلاد عیسی مسیح رو پیشا پیش تبریک میگم.